پس از آن که امارت اسلامی محدودیت های آموزشی و تحصیلی را بر دختران اعمال کردند، برخی ها در پی این شدند که با استفاده از تکنولوژی به دروس خود ادامه دهند. حالا یک پوهنتون به گونه آنلاین برای 14,000 دختر زمینی فراگیری دانش را در 14 بخش فراهم کرده است. ما در 14 پوهنزه چیزی قریب به 14,000 محصل را از سر تا سر افغانستان، حتی از ولایات دور افتاده و دور از دسترس با خود داریم. با وجود تمام مشکلات اقتصادی و یا مشکلاتی که در زمینه اینترنت وجود دارد، دختران باز هم به ما پیوستند تا از محیط‌های آکادمیک دور نمانند. ما اعتقاد بر این داریم که هیچ گونه گسستی نباید در روند تعلیمی دختران شکل بگیرد، چرا که تعلیم دختران فرض و لازمه پیشرفت یک اجتماع هست. در این پوهنتون استادان به گونه رایگان برای دختران افغان تدریس می کنند. مواد درسی در وبسایت در اختیار دختران قرار می گیرد. احساس خرسندی دارم که من حیث یک استاد در دانشگاه آنلاین زن مصدر خدمت برای بانوان سرزمین هستم. دانشگاه آنلاین زن زمینه تحصیل را در داخل خانه ها و به صورت آنلاین برای بانوان سرزمین ما فراهم ساخته. در همین حال محصلان این پوهنتون از امارت اسلامی میخوان که محدودیت های آموزشی و تحصیلی را بردارند. مو پوهیگو چه ده گران هیواد ده روخانه راتلون که لپاره مو کیواد والو تا هم نارینه و هم خزینه تا ارتیالاری. نو مو باید اسلامی او افغانی اصول پرزان تطبیق کو او ده پوهانتونون و ده دروازه تربیا پرانیستو پوری اخپل درسونو تا دمام برکو. و من امروز به عنوان یک از محصل این دانشگاه تمامی فعالیت ها و زحمات اساتید این دانشگاه را به دیده قدر می نگرم. با این حال کاخ سفید نیست بر رفع محدودیت های تحصیلی و آموزشی در افغانستان تاکید می کند. اگر طالبان می خوان که به رسمیت شناخته شوند، اگر می خوان به آنان به گونه یک حکومت مشروع دیده شود، باید تعهدات را که گفتند از جمله نحوه برخورد با زنان و دختران که شامل آموزش دختران و زنان جوان است عملی کنند. اما مسئولان امارت اسلامی بارها تاکید کردند که در چارچوب شریعت اسلامی به زنان و دختران حقوق قائل هستند. افغانستان یک کشور آزاد و مستقل است. 99.99% مردم افغانستان مسلمان هستند. یک نظام اسلامی حاکم است. حقوق تمام مردم افغانستان مطابق اصول اسلامی و ارزش‌های ملی خود و آنها تامین میشه. بیش از 2 سال میشود که دختران بالاتر از سنف ششم از رفتن به مکتب محرومند و 1 سال میشود که تحصیل دختران به حالت تعلیق درآمده است. اخیراً سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفته است که حق آموزش زنان داده می شود، ولی مردم باید صبر کنند.